به نام خداوند یکتا و مهربان، بیندای ارجمند و گرامی تلویزیون جهانی امید 24، سلام های گرم ما تقدیم یک و یک شما عزیزان بیننده باد. آرزوی صحت و سلامتی شما را از دربار خالق یکتا میکنیم. همیشه موفق باشید و صحتمند و دور از تمام امراض، بخصوص ویروس کرونا و دیگر ویروس ها. مامتو بر وطنداران دردمند و داغدار و بگروگان گرفته شده خود در داخل افغانستان دعا میکنیم که الله پاک نگهدارشان باشه و در حفظ و امان خود نگهدارشان. بمیده چین روزه. خوشحال هستم بیندای گرامی که بار دیگه با تقدیم برنامه سخن روز امشب چهارشنبه 21 دسامبر 2022 ساعت 8:01 شب وقت تورنتو در خدمت شما سروران گرامی قرار داریم. در برنامه شب یادی هست یلدا داریم، شب یلدا. سپاس میکنم از بانو مینا نعیم، شاعر و نویسنده توانای وطن از امریکا که شعری را به مناسبت به تلویزیون امید 24 توفر آن کردن. گزارشات از کشور داریم، واکنش های هموطنان ما از تورنتو در رابطه با تصمیم غیر اسلامی غیر انسانی دورستان طالب در رابطه با بستن دروازه های دانشگاه ها برای دختران در کشور ما. و خبرهای ام از کانادا داریم که خبرها جالب است که میدارستم تا آخر با ما باشین یا ترمش وقت با ما بودین، همه گی با هم یک جاستیم. بگرمی در آوات ما فقط میخوایم یادآور شوم که بعض دوستان گفتن که ما بعض وقتا تند صحبت میکنم. بله تند صحبت میکنم، البته با کسانی که شرایط عینی جامعه ما را درک نمیکنن، کسانی که فقط آرزویشان امیست که همیش مردم ما به جان هم دیگر افتاده باشند و مردم ما در دشمنی و کینه و کدورت قرار داشته باشه و همیش مردم ما در برابر همدیگر قرار داشته باشند، چون دو دشمن چون دو هدو. در برابر این گونه مردم هر قدر که ما و شما صبر کنیم حوصله کنیم فایده ندار و نمیشه بر از اینا بگیم که جنابان، محترمان، عزیزان، دانشمندان، چون هر کدام بسیاری از اینا پایشون به لب گور رسیده، هر کدام از اینا سنشون تیر شده، یعنی تاریخ تیر شده شدن و تا آل اگر نفهمیدن یا ترماشون بعد از یام نمیفهمن، مگر اینکه اینا رو آدم با کلمات تند و کمی تندتر حتی متوجه بسازه که او برادر آلت وطن یک دفعه مسئولانه و آینکایی که دودی تانه، آینکای قومگرایی و تعصب و قوم پرستی و زبان پرستی رو پس کنین، یک دفعه از نزدیک ببینین وطن در چه حال است و آیا موقع عزیز نیست که ما امیز مطلق خود یک تغییر فکری بتیم، یک خانه تکانی کنیم و خود آماده بسازیم برای پذیرش گپهای نو، اندیشه های نو، راه های نو، فرداهای نو. ما که در امریکا و کانادا و اروپا هستیم، خب ما که تعدید نمیشیم، ما را کس اذیت نمیکنه، زندگی ما در خطر نیست، قوم و قبیله و کل چیز خود را کشیدیم، ولی گپ های ما مانند زهر است که پاشیده میشه در بین مردم و این مردم است که به جان هم دیگر میفتن، این مردم است که در به اصطلاح ایزم میشن برای امی آتش جنگ های قومی و قبیلی. که آیا بس نیست که دشمنان از خون ما تغذیه بکنن؟ آیا بس نیست که میبینیم که ایزم جنگ های چلو چند ساله کشور مردم دردمند بود و حاصلش چی؟ اوی دستاورده که ما داشتیم، خب دستاوردهای بسیار خوبی داشتیم، اگر خودخواهی ها و غرور و جاه‌طلبی های یک تعداد انسان های نا انسان نمی بود، بزرگترین صفی درخشان در تاریخ افغانستان جهاد مردم افغانستان بود. اما دیدیم که جهان دست خدا یکت نگذاشتن که مردم افغانستان پیروزی واقعی خود جشن میگیرن، چگونه با طرحهای خائنانه داخلی منطقی و بین المللی ما تا امروز در رنگ آسایش و آرامش ندیدیم. این وقت عزیز امروز ما در یک جایی بودیم، شب یلدا تجدید میشد، شاعر و نویسنده بسیار خوش کلام ما آقای سلطان جان کلیوال هم این مسئله رو یاد کردن که تا وقتی که ما
ما نشیم بیدای گرامی، چون کل ما به خدا قسم فعلا من هستیم، هر کدام ما من هستیم و در بعض مورد به خدا از من هم پایین تر آمدیم، چون در من هم اطاف شد امایت از نزدیکترین کسای خدا نداشته باشیم. تا وقتی که ما نشیم، تا وقتی که ما با یک دید ملی به قضایا ننگریم، تا وقتی که ما همدیگر پذیر نشیم و همدیگر خود درک نکنیم، مشکل حل نمیشه. و همونطور که گفتم مشکل افغانستان بهتر از علی نه، مشکل اینجا را خب امروز با یکی ما ناراحت بشیم، فردا با او آدم پس دوباره دوست میشیم، ولی در وطن چی بدبختی است، چی مصیبت است، گلیم غم در دم هر دروازه هموطنان ما دم خانهشان اموار شده، گلیم گرسنگی، گلیم بی نانی، گلیم بی آبی، گلیم بی آذوقه زمستانی، اینها پنج شده. وظیفه ماست که اینمی گلم ها رو برداریم و به اصطلاح مرهم شویم بر زخم های مردم ما. اگر بیگانه کشت هموطنان ما رو، اگر بیگانه اذیت کرد، اگر بیگانه برای ما غم فرستاد، ما میتونیم که پس وطندار خود به آغوش بگیریم و بر از اونا بر زخمهایشون نمک پاش نتیم، بلکه مرهم پاش بتیم تا زخم های از اون التیام بشه. وقت زخم ها التیام پیدا میکنه که ما از این جنجال های قومی، منطقوی، زبانی اینا خود بیرون بکشیم و صادقانه به وطن و مردم خود بندشیم. ما عادت هم از بیدای گرامی که با دشمنان مردم افغانستان در 43 سال مبارزه کردیم و نه سر آشتی دارم، نه تاییدشان میکنم و هیچ وقت هم قبول نمیشادم میکنم، مگر این که واقعا درک کنیم که یک تعداد فیصله تغییر ذهنی کردن، تغییر فکری کردن، مسئله جزاست. اما کسایی که تغییر نکردن و هنوز هم در فکرهای پوستوینا خود هستن، با اونا ما تا که توان داریم امرشون میزنیم. امروز در تورنتو، شب یلدا در تورنتو از طرف انجمن ادبی و فرهنگی تجلیل شد. در این برنامه بر علاوه این که از شب یلدا و تاریخچه و قدامت آن یادآوری صورت گرفت، سخنرانان و شاعران گرامی اشعار در رابطه به حالت اسفبار کنونی کشور، بخصوص تصمیم آخر سیاه دلان تاریخ مبنی بر بسته نمودن دروازه های دانشگاه های دولتی و خصوصی برای دختران کشور سرودند. این برنامه جالب بینگرامی فردا شب ساعت 9 در تلویزیون جهانی امید 24 تماشا خواهد کردید. و آنی که عرف از یلداز خوب است، با کوری چشم دشمنان علم و فرهنگ و تاریخ کشور ما یعنی ترستان طالب، در ختم برنامه سخن روز شعر از بانو مینان نعیم، شاعر و نویسنده خوب وطن که با تلویزیون امید 24 ارسال آمدن گوش خواهیم کرد. و یادتان باشه که امشب آهنگا و اشعار و مطالب هم در رابطه با یلدا داریم که مکس است از خود ما و از ایرانی ها، که واقعا جالب است، برای یک تعداد شاید آموزنده باشه و شاید در اون بخش هم هموطنان ما بگن چرا اینجا بیشتر خواندن ها ایرانی است. اینا یادتان باشه که شما وقتی که میرین در یوتیوب سرچ میکنین یک آهنگ برای یلدا شما ندارین. اینقدر که یلدا میگیم یک آهنگ نداره. او آهنگ امیرجان صبوری را هر کدوم میذارین، او آهنگ امیرجان صبوری هم تنها میگه اگر شبها شب یلدا. ولی ببینید که ایرانی ها چقدر کار کرده. خوب است که برای بسال هنرمندان ما آهنگایی برای یلدا داشته باشه، شاعرای ما تصنیف های بسازن، تا ما هم وقتی که خود ما یا نسل بعدی ما یا جوانان ما در رابطه با یلدا میشنوند، که وقتی میرن به یوتیوب سرچ میکنن به جای دیگه، حداقل از خود هم چیز داشته باشیم. نه شعر داریم، نه آهنگ داریم، هیچ چیز نداریم. بسیار مطالب کوتاه ولی از ایرانی ها بسیار زیاد است. وقتی که میخوایم رقابت کنیم، خب
در عمل ثابت سازیم. ما هم به اصطلاح گنجینه های تاریخی و فرهنگی خود بیشتر تقویت کنیم و برای نسل فردا و گنجینه ها را به اصطلاح به میراث بگذاریم، تا نسل فردا ما را محکوم نکنند که خب گذشتی که داشتن که این خط یا بسر و کله هم دیگر می زدن چی داشتن، چی دادن برای ما غیر از مسائل سیاسی دیگه، چی دادن در بخش فرهنگی، در بخش تاریخی؟ با خدا ما شما بتا کم کار میکنیم. من می جوانهایی که یوتیوبرها بودن با یک تعدادشان ماشنا بودم، من همیشه از اینا تقاضا میکردم که شما مستند سازی کنین، شما مثلا تاریخ سازی کنین، در حوض از این که جواب دندان شکنه ای برادر با او برادری برادر با او. ولی خب کم تر شدن، ولی امیدوار هستم که بعد از این ما بیشتر کار کنیم. برنامه یلدا که از طرف انجمن فرهنگی و ادبی تورنتو گرفته شده بود، فردا شب شما برنامه را تماشا خواهد کردید. برمیگردیم بینگرامی به وطن. بر بنیاد گزارش ها از ولایت های مختلف از جمله در شهر کابل، طالب ها از صبح امروز با شلاق و تفنگ مانع حضور دختران و زنان در صنوف درسی، کورس ها، مکاتب و دانشگاه ها شدند. برخی از دانش آموزان، دانشجویان و آموزگاران زن در کابل و شماره از ولایت های دیگر گفتند که افراد طالبان از صبح امروز چهارشنبه مانی حضور آنها در صنوف درسی شدند. به گفته آنان افراد طالبان در برخی موارد گفتند که آنان مجبورند دستوراتی که از بالا صادر می شود را اجرا کنند. این در حالی است که از شب گذشته به این طرف مکتوب به امضای ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان درس کرده که در آن دستور تعلیق تحصیل دختران در دانشگاه ها صادر شده است. در این مکتوب سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان و دانشگاه های خصوصی و دولتی دستور داده است که تحصیل دختران را معطل قرار بدهد. در مکتوب گفته شده است که تصمیم تعلیق تحصیل زنان بر اساس فیصله کابینه طالبان صورت گرفته است. این تصمیم طالبان با واکنش های جهانی مواجه شده است. طالبان پس از تسلط بر افغانستان دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را نیز بر روی دختران بستند. آگاهان سیاسی معتقدند که طالبان آموزش و تحصیل دختران را همانند اجرای دستوران شریعت ابزار چانه‌زنی سیاسی با کشورهای غربی قرار دادند تا امتیاز بیشتری بگیرند. بعضی ها هم به عقیده هستند بیندگرامی که حادثه تونل سالنگ واقعا بسیار وحشتناک، دردناک و حتی بسیاری فکر میکردن که شاید یک دسیسی از طالب ها بوده باشه و از صدها خونه میتونیم بگیم ده ها هموطن ما در اینجا جان باختن و ده ها هموطن ما زخمی شدن. میلیون ها میلیون افغانی یا شاید هم دلار مردم خسارت مالی دیدن. بعضا میگن که قصدی بوده، امتی بوده و یک تاد بایی ندارستن که طالب ها فقط این سر و صدای دانشگاه های دختران رو بلند کردن تا این مسئله جنایت تونل سالنگ تحت تاثیر قرار بده. در رابطه با بسته شدن دانشگاه ها روی دختران کشور ما نظریات هموطنان صاحب دل خود در تورنتو جویا شدیم که توجه شما را به صحبت هموطنان خود جلب میکنیم. ببینین خالص، ما ظرف تقریبا 16-17 ماهی که گذشت شاهد یک سلسله فتواها، تصمیمها، اعلانهای جانب گروه طالبان بودیم و هستیم که همه متاسفانه شرم‌آور است، نه تنها که بی‌مورد کاملا در جهان امروز ما در شرایط امروز زندگی، بلکه کاملا ضد انسانی و ضد رفاه و ضد دموکراسی و ضد همه ارزش‌های انسانی در جهان امروز ماست که ممانعت زنها از رفتن به پارک ها، حمام ها، رفتن به کار و سایر این مسائل نه تنها بسیار ننگین است امروز، بلکه سخت تکان دهنده است و هر انسان شدیداً متاثر می سازه. از یک جانب و از جانب دیگه ماهیت سیاسی و ماهیت فکری خود گروه طالبان برملا می سازه. به می دلیل است که تا امروز
جهان تا هیچ کشوری حاضر نمیشه که اینا را به رسمیت بشناسد. همچنان از نظر داخلی اگر اینا اندکترین عقل و خرد و تفکر و فراست داشته باشند، کوشش بکنند که مشروعیت و یا محبوبیت داخلی را برای خود کسب بکنند در قدم اول. اما تا امروز متاسفانه نه تنها که در بخش نیازهای عمده و نیازهای اولی زندگی مردم ما اندکترین کاری نمی کنند، اندکترین توجهی ندارند و یا ابتکاری نمی کنند. تمام غمشان فقط فشار آوردن بالای زن و مرد افغانستان و بهوده سازی و بهویت سازی ملت شریف افغانستان است. بنابراین من فکر نمی کنم که این فتواها و این سختگیریهایشان پایه و مایه اساسی و منطقی داشته باشه که نداره، و در این زمان یقین کامل دارم که این پایدار هم نیست و جاویدانه هم نخواهد بود، بسیار موقتی است. با رفتن طالبان که یقیناً قدرتشان زیاد هم دوام نخواهد کرد، تمام این دستورات مندرآوردی و غیر منطقیشان هم با خودشان یک جای دفن خواهد شد. گفتنی دیگه از این چی بالاتر شد که بدبختی بزرگتر در یک جامعه نمیاد قرن 21 که مکتب خو از روز اول که طالب آمدن بسته بود واری هم یونیورسیتی ها، اگرچه دخترهایی که بعد از این هم بزرگ میشن فرصت چون وقتی که از 12 فارق نشین فاکولته رفتن که بالاخره مدیوت میشد بسته میشد، اون تا همین شاگردهایی که فعلا در درس خود بودن اگه ادامه میدادن حداقل یک مفادش بودتر میبود. ما از جامعه جهانی شخصا به حیث یک کسی که خودم در افغانستان تحصیل کردیم بسیار گلمان دستیم از جامعه جهانی. جامعه جهانی به کشور ما بسیار ظلم ناروا، به خصوصا امریکا که امروز با وجودی که تانبستی حرکت از اینا رو تقویه کرد، مگر واقعا طالبا از یک منشأ آب میخورند در وقت حکومت های جهادی هم یا یونیورسیتی و مکتب و اینا بسته نشد. ای که این افکار ظالمانه و بسیار تهجوری فعلا در این کشور به عرصه عمل پیاده میشه، هیچ عقل ما کار نمیکنه. ما هم شریعت میفهمیم، ما هم درس خواندیم، ما شخصا حقوق خواندیم. به این مسائل و دیگه ای که جلو پیشرفت بشریت با بسته شدن مکتب و فاکولته نمیشه. انسان پیشرفت میکنه، امروز وسایل و تکنولوژی در اختیار مردم است. اون تا جای بسیار تاسف است، امروز در تمام دنیا ما یک کشور نمونه هستیم به خاطر از اینکه حتی حق تحصیل از جامعه از طبقه اوناست در این کشور گرفتن. طالبان یک گروه بسیار متعصب و عقب گراستن و اصلا با حقوق زن اصلا اینا کدام اعتبار هم ندارن، زن هم برسمیت نمیشناسن. به این خاطر ای یک گپی ای در اسلام سیاسی یا تکفیری همین نظر است، و به این خاطر اینا میخوان که در جامعه که اونجا جامعه عقب مانده باشه هر قدر جامعه روشن شد با می اندازه ذهن مردم روشن بشه و این اسلام بنیادگرا را کسی قبول نمی کنه. یک دلیل. دلیل دیگه است که باز اینا نیروی مستقل هم نیستن. شما می دانید که در 20 سال اخیر در حضور جامعه جهانی در افغانستان 100 دانشگاه با وجود آمد و تقریبا 40% جوان های ما باسواد شد. وقتی که باسواد شد و هر کشوری که باسواد شد متمدن هم میشه و حقوقش هم شناسه. وقتی حقوقش هم شناخت دیگه بازو مزدوری کسی را انجام نمیتن. به همین خاطر اینا میخوان که هم جامعه را به طرف قرقرا برن که از قرقرا اینا میتونن در سر مردم بیسواد، مردمی که از حقوقشان خبر نداشته باشن، خوبتر حکومت کنن. من همین فکر میکنم که با مشوره پاکستانی کار بد شده باشن. برنامه سخن روز در تلویزیون جهانی امید 24 تماشا میکنین. امروز در سرتاسر کشور ما هموطنان ما دست به اعتراض زدن، حتی عامیان و طرفداران طالب به اصطلاح اعتراض کردن از این تصمیم سیاه رویان تاریخ که باید درهای دانشگاه ها برای دختران کشور ما مسدود باشه. طالب ها کاری میخواین کنند که ظلمت بر نور پیروز بسازه و مردم ما را در جهل و بیخبری و بیسوادی و نادانی فرو ببرند تا خود به زندگی و حکومت ننگین و شرم‌آور خود تحت
اوامر بیگانه ها عمل کنند، چون بیگانه ها امروز وحشت دارند از رشد انسان های ما، از رشد جوانان ما. اینی که چقدر جوانان ما در طول 20 سال در حکومت دو خائن کرزی و اشرف غنی جان های شیرین خود از دست دادند، کشته شدن، اما گفتن ما با قلم میخواییم به میدان مبارزه بریم، گفتن ما میخواییم که بیاموزیم، ما میخواییم که کسب تحصیل کنیم تا کشور خود از مصیبت و بدبختی نجات بدیم. هر روز کشتن، ولی هر روز از خون جوانان ما پس دوباره قلم ها رنگ گرفت و دروازه های مکاتب پس دوباره باز شد برای شاگردان و دختران و پسران. ولی آل دشمنان درک میکنن که هر قدر که این جامعه رشد کنه، هر قدر که درهای مکاتب برای جوانان باز باشه، با مو اندازه زنگ خطر است برای اهداف شوم از اونا. پس با کرایه گرفتن ایوانات بقایای خاد نجیب و بقایای تنه اینا را مانند حیوانات بر ضد مردم خود، بر ضد تاریخ خود، بر ضد فرهنگ خود، بر ضد علم و دانش استفاده میکنن تا یک ملت اینا به تاریکی فرو ببرن. واقعا تاسف است به آن کسایی که از این گروه جل، از این گروه وحشی، از این گروه سیاه روی دفاع میکنن، گروهی که خوشنودی باداران خود ترجیح میدن نسبت به خوشنودی مردم خود. مردم با گلیم غم نشاندن تا بادارانشان برشان هفته 40 میلیون دلار روان کنه و برشان باید که خوب خون میریزین، بیشتر بریزین، خوب مردم اذیت میکنین، بیشتر اذیت کنین، دروازه های مکاتبه ببندین اینان. ولی پایان کار عاقبت این قسم نخواد باشه که به نفع بیگانه های مغرض و این سیاه رویان تاریخ باشه. بالاخره یاد ما باشه که آل تاریکی بر نور میخواه پیروز باشه، ولی یاد ما باشه که بالاخره نور بر ظلمت در کشور ما پیروز خواهد شد. و امروز در سرتاسر کشور ما مردم فریاد میزدن یا همه یا هیچ کس. استادان دانشگاه ها در واکنش به منع تحصیل دختران پی هم استعفا داده میرن و امروز تا از امروز تعداد بیشتری در گوشه و کنار وطن از وظایف خود استعفا دادن. البته استادان دانشگاه ها چگونه در گزارش از استودیوی 24 با هم میبینیم. استادان دانشگاه ها در واکنش به منع تحصیل دختران با شعار یا همه یا هیچ کس پی هم از سمت هایشان استعفا میدن. شماری از دانشجویان دانشگاه ننگرهار امروز چهارشنبه در یک راهپیمایی شعار یا همه یا هیچ کس را سر دادند و در پی آن برخی از استادان دانشگاه در کابل و ولایات با امین شعار از موقفهایشان استعفا دادند. تا کنون دست کم 6 استاد استعفانامه‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و سیاست طالبان مبنی بر منع تحصیل زنان را به شدت محکوم کردند. محمد عمر کندوزی استاد دانشگاه کندوز، عبیدالله وردک استاد دانشگاه کابل، دکتر زکریا شنیزه استاد دانشگاه پلی‌تکنیک کابل، جاوید مومند استاد دانشگاه کابل، محمد عادی اسدی استاد دانشگاه پلی‌تکنیک و نصیر سیرت از استادانی هستند که استعفانامه هایشان را تاکنون منتشر کردند. در این حال کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به کارزار یا همه یا هیچ کس پیوسته و این شعار را به گونه‌ای گسترده دست به دست می‌کنند. در این زمان آمریکایی‌ها گفتند که طالبان بیشتر از جامعه جهانی بیگانه خواهند شد. ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و سازمان همکاری کشورهای اسلامی با کنش‌های متفاوت نسبت به تصمیم تازه حکومت طالبان مبنی بر تأخیر انداختن تحصیل دختران در پانتون‌ها نشان دادند. قصر سفید در اعلامیه تصمیم جدید حکومت طالبان مبنی بر تأخیر انداختن تحصیل دختران در پانتون‌ها را محکوم کرده و آن را تأسف‌بار خواند. در اعلامیه قصر سفید آمده است ایالات متحده آمریکا تصمیم غیر قابل قبول طالبان برای جلوگیری از تحصیل زنان افغان در پانتون‌ها را محکوم می‌کند و این تصمیم تأسف‌بار اعمال محدودیت های بیشتر بر دختران و زنان و آخرین تلاش رهبری طالبان برای جلوگیری از حقوق بشر و آزادی های اساسی آنها است. قصر سفید همچنین افزود که با این کار طالبان بیشتر از جامعه بین المللی بیگانه شده و درخواست مشروعیت آنها رد خواهد شد. ایالات متحده آمریکا قبلا نیز تاکید کرده بود که مشروعیت حکومت طالبان بر روش آنها در برابر زنان و دختران بستگی دارد.
ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان طی مکتوب عنوانی پانتونها اماراتی و خصوصی ناوقت دیشب گفته است که بر اساس فیصله کابینه تحصیل اوناس تا امر ثانی معطل شده است، اما در مورد دلیل آن جزئیات ارائه نکرده است. در ادامه واکنش ها به این تصمیم جدید حکومت طالبان، انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نیز در اعلامیه گفته است که این تصمیم بر آینده افغانستان تاثیر منفی خواهد داشت. او ضمن ابراز نگرانی محرومیت دختران از تحصیل را نقض حقوق آنان خواند و از مقامات طالبان خواست تا زمینه آموزش را به زنان و دختران فراهم کند. سازمان همکاری کشورهای اسلامی نیز تصمیم حکومت طالبان در مورد تحصیلات عالی دختران را محکوم کرده و آن را تأسف‌بار خوانده است. این سازمان امروز چهارشنبه در بیانیه گفته است که این تصمیم به اعتبار حکومت طالبان آسیب بیشتر میزند و از مقامات این گروه خواسته است که تصمیم خود را در این زمینه پس بگیرند. رینال شماری از مقامات حکومت پیشین، فعالان حقوق زن، استادان پانتون نیز در رسانه‌های اجتماعی به این تصمیم حکومت طالبان واکنش نشان داده و این فیصله را غیر مؤجل خواندند. این در حال است که از 1.5 سال گذشته مکاتب متوسطه و لیسه دختران توسط حکومت طالبان در افغانستان بسته شده است، اقدامی که واکنش های گسترده ای را در پی داشته است. جامعه جهانی گفته است که اگر طالبان به دنبال کسب مشروعیت بین المللی هستند باید سیاست خود را در قبال زنان تغییر دهند، اما طالبان میگن که به حقوق زنان بر اساس تفسیری که از قوانین اسلامی دارند احترام بگذارند. انتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد منع تحصیل دانشجویان دختر از سوی طالبان را مخرب آینده افغانستان خواند. وی در یک اعلامیه که امروز چهارشنبه از سوی سازمان ملل متحد منتشر شده گفته است که محرومیت دختران از تحصیل نه تنها حقوق برابر زنان و دختران را نقض میکند، بلکه تاثیر مخرب بر آینده افغانستان خواهد داشت. او از گروه طالبان خواسته است که دسترسی برابر به آموزش را در تمام سطوح برای زنان و دختران تضمین کند. این در حالی است که از شب گذشته به این طرف مکتوب به امضای ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان درج کرده که در آن دستور تعلیق تحصیل دختران در دانشگاه ها صادر شده است. در مکتوب گفته شده است که تصمیم تعلیق تحصیل زنان بر اساس فیصله کابینه طالبان گرفته شده است. حافظ ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان صحت این مکتوب را تایید کرده است. آگاهان سیاسی معتقدند که طالبان آموزش و تحصیل دختران را همانند اجرای دستوران شریعت ابزار چانه‌زنی سیاسی با کشورهای غربی قرار دادند تا امتیاز بیشتری بگیرند. خب عاقبت به کجا خواهیم رسید با این گروه وحشی؟ به خدا یکتا معلوم. ولی اگر این گروه دست از جنایت برنداره، بالاخره یادتون باشه که کسانی که اینا رو ساختند عامیانشان وجدانشان بیدار میشه. خونهای ناحقی که در کشور ما را ریخته میشه، بلاخره اونا رو وادار خواهد ساخت این خونه ها رو ببینن، این جنایات رو ببینن. در این جنایت تنها طالب نیست، عامیان داخلی منطقه و بین المللیشان دستانشان به خون هموطنان ما آغشته است. شاید یک روز وجدانشان بیدار شد، گرچه دیر خود بود، ولی باز هم شاید دست از بازی با سرنوشت مردم ما بردارن. بده گرامی، آلت وطنداران ما در داخل کشور خراب است و ما همیشه برای شما گفتیم که کوشش کنیم که بیانی وطندارانتان بشنوین. ما سپاس میکنم از وطنداران گرامی خود در تورنتو که در هفته گذشته تقریبا دانستیم 4 نفره حداقل بر یک ماه ما حمایت کنیم که همون خرید زمستانی خود کنن. و امشب هم از آلمان هموطن زنگ زدن، شماره تلفن کسایی که چون تعدادی از هموطنان ما زنگ زدن برای ما شماره تلفن خود گذاشتن تحقیق کردیم و شماره از اونا رو برای هموطنان خود دادیم و هموطنان ما به یاریشان شتافتن. شما هم اگر چی در کجای که هستین، اگر در امریکا هستین یا کانادا هستین و اگر دوست دارین که حداقل برای یک ماه یک هموطنتان $100 یا $200 کمک کنین که تا بتانن آذوقه زمستانی خرید کنن، حداقل یک چوب یا مواد غذایی تهیه کنن، باور کنین، باور کنین، باور کنین، عجب اکبر است. اگر خواسته باشین
برای ما پیام بسارین. ما هموطنان نیازمند خدا که با خدا که بشناسیم که کی هست، از هر گوشی افغانستان که برای ما پیام بذاره، ما شماره رو برای شما میگذارون میکنیم. بشتابین بیاری وطنداران تان که سختترین، سیاهترین و بسیار روزگار بدیره سپری میکنن و با زندگی اردم شهیدی دست و پنجه نرم میکنن. توجه شما رو به افغانستان در یک نگاه جلب میکنم. دوباره برمیگردم با خبرهایی از کانادا با ماشین. همزمان با فرا رسیدن شب یلدا، آگاهان فرهنگی اجتماعی در بلخ یلدا را فرصت دستگیری از فقرا عنوان کرده و خواستار کمک به افراد بی بضاعت شدند. با فرا رسیدن شب یلدا، زهرا علیزاده استاد دانشگاه بلخ به آوا گفته است یلدا با نفسهای زمستانی و سردش آمده تا آدمها را برای گرم کردن کمک کند. وقتی از گرم کردن حرف میزنیم، منظور این است که صمیمیت ها را تازه و عوامل دوری، کینه و کدورت را کنار بگذاریم. او افزود یلدا یعنی گرمایش و باید در این شب دست همدیگر، مخصوصا فقرا را بگیریم و داشته های خود را با آنان شریک کنیم. این استاد دانشگاهی بلخ همچنین گفته است که در طولانی ترین شب سال ما می توانیم از داشته هایمان، حتی اگر اندک ام باشد، لذت برده و داشته و نداشته های سال گذشته و امسال را مقایسه کنیم. او تاکید کرد که در شب یلدا نیاز نیست سفره مجلل تهیه شود، امین که یک گلاس چای با عزیزان نوشیده شود و یاد خاطرات زنده گردد کافی است. او شب یلدا را شب عبادت و برنامه ریزی برای یک سال عنوان کرده، گفت از طولانی بودن این شب میتوان برای عبادت و راز و نیاز با خدا استفاده کرد. توماس وست گفته است که اتحاد جهان علیه طالبان باید صورت بگیرد. توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در واکنش به تعلیق تحصیل دختران در افغانستان خواستار اتحاد جهان علیه طالبان شده است. او بامداد امروز چهارشنبه در تویترش نوشته است که جامعه جهانی باید در کنار زنان افغان بیستد. با گفته ای او، طالبان محدودیت های جدید و غیر قابل توجیه را بر زندگی زنان افغان وضع کردند. او گفت که افکارش در حال حاضر با خواهران، دختران و مادرانی است که به دنبال تحصیل برای حمایت از خانواده و تحقق رویاهای خود هستند. وست افزود این لحظه مهمی برای جهان است. ما باید متحد شویم و با این سیاست ها به شدت مخالف باشیم. ما باید در کنار زنان افغان باشیم. این در حالی است که از شب گذشته به این طرف مکتوب به امضای ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، درج کرده که در آن دستور تعلیق تحصیل دختران در دانشگاه ها صادر شده است. طالبان پس از تسلط بر افغانستان دروازه مکاتب بالاتر صنف ششم را نیز برای دختران بستند. مسئولان محلی طالبان در ولایت هلمند اعلام کردند که 12 نفر به شمول یک زن را در ملای عام در ولسوالی نادعلی این ولایت شلاق زدند. مولوی محمد قاسم ریاض، معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هلمند، میگوید که این حکم از سوی دادگاه ابتدایی ولسوالی نادعلی صادر و امروز چهارشنبه تطبیق شده است. و گفته ای ریاض، این افراد که 11 مرد و یک زن میشوند به اتهام دزدی و فساد اخلاقی بازداشت شده بودند و در حضور دادگاه به جرمشان اعتراف نیست کردند. و افزود که این افراد در ملای عام از 10 تا 39 ضربه شلاق زده شدند. مجازات بدنی شامل شلاق و اعدام در ملای عام به رغم محدودیت های گسترده جهانی همچنان در ولایات مختلف از سوی طالبان ادامه دارد. هفته گذشته در ولایت های غور، کاپیسا، هلمند و زابل 10 نفر به اتهام فساد اخلاقی، سرقت، فرار از منزل، داشتن رابطه خارج از ازدواج و و و در حضور مردم شلاق زده شدند. و بالاخره منابع محلی در ولایت قندهار میگن که یک دانش آموز نوجوان لیسه تجربوی در شهر قندهار خود را حلق آویز کرده و به زندگیش پایان داده است. یک منبع که خواست نامش در خبر ذکر نشد به روزنامه اطلاعات روز گفته است که این دانش آموز شفیق الله مدیون نام داشت و 16 ساله بود. و گفته این منبع، شفیق الله مدیون یکی از دانش آموزان ممتاز لیسه تجربوی شهر قندهار بود و ظهر امروز چهارشنبه خود را در تشناب خانهش واقع در مربوطات حوزه چهارم این شهر حلق آویز کرده است. من به افزود است که این دانش آموز 16 ساله روز گذشته با تمام دوستانش خداحافظی کرده و از آنها بخشش طلب کرده بود. من به همچنین علاوه کرد که شفیق الله امروز پیش از خودکشی با تمام اعضای خانوادهش نیز خداحافظی کرده و دستان مادرش را
بوسه کرده بود. این منبع گفته است که شفیق الله در پیش پل برشناکوت شهر قدار دکان نیزاشته و خانواده وی تاکنون در مورد علت خودکشی و به کسی چیزی نگفتند. این در حال است که اخیرا میزان خودکشی در بین نوجوانان و جوانان در ولایت های مختلف کشور از جمله قندهار افزایش یافته است. فقر، بیکاری و افسردگی از دلایل اصلی خودکشی جوانان در کشور دانسته می شود. در آخرین مورد روز یک شنبه هفته جاری یک خبرنگار محلی به نام محمد نصیر مرزایی در شهرک عینومینه قندهار با صلای گرم به زندگیش پایان داده بود. طالبان علت خودکشی این خبرنگار را مشکلات خانوادگی اعلام کردند، اما خبرنگاران محلی قندهار میگن که او در ماهای اخیر از بیکاری رنج می برده است. با تشکر از آقای برشنا نظری در ارسال خبرهای کانادا. در ادامه گزارش ها و خبرهای جنایی از تورنتو این خبر نیز می تواند قابل توجه باشد. یک گروه 8 نفری دختران نوجوان در مرکز شهر تورنتو یک مرد 59 ساله را به ضرب چاقو به قتل رساندند. پلیس با استناد به اظهارات یک شاهد عینی و دریافت های تحقیقاتی گفته است که این دختران تلاش داشتند تا بوتل نوشابه الکلی این مرد را به زور غصب کنند. پلیس هویت این گروه دختران را افشا نکرده، اما گفته است که این دختران از 13 تا 16 سال عمر داشتند. مرد 59 ساله که زیر ضربات چاقوی این دختران جان داده است، خانه نداشت و در یک شلتر دولتی زندگی میکرد. تا کنون علت اصلی حمله این دختران به مرد محسن روشن نیست و در این حال گفته شده است که این گروه دختران از یک منطقه نبوده و احتمالاً شناخت زیادی نیز با همدیگر ندارند. پلیس این گروه از دختران را به دست داشتن در قتل متهم کرده است. وزارت خارجه کانادا عملکرد طالبان را به خاطر ممنوعیت دختران از رفتن به نهادهای تحصیلات عالی در افغانستان محکوم کرده است. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا با انتشار پیامی در همین خصوص این عمل را تخطی ظالمانه خوانده است. در پیام وزیر خارجه کانادا آمده است که زنان و دختران در افغانستان باید حق مساوی دسترسی به تحصیلات عالی داشته باشند. طالبان بر روز سه‌شنبه با صدور فرمان تازه تحصیل اناس را تا امر ثانی معطل کردند. این مکتوب به امضای ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان صادر کرده است. طالبان پیش از این نیز محدودیت های فراوان بر کار و تحصیل زنان و دختران در افغانستان اعمال کردند و از ماه آگوست سال گذشته به این طرف به دختران دانش آموز مکاتب ثانوی و لیسه اجازه ندادند دروس خود را دنبال کنند. در تورنتو میدان هوایی پیرسن جالب میشه در چند روز آینده بینندگان گرامی، در حال که هنوز چند روز به تعطیلات آخر سال باقی مانده، مسافران میدان هوایی بین المللی پیرسن تورنتو از می حالا در صفهای طولانی باید قرار بگیرین اگر عزم سفر دارین و یادتان باشه که سفرهایتان در این روزا مثلا از فردا که گفته شده که برف و بارندگی و طوفان اینات با تاخیر و یا کنسل شدن بعض پروازها روبرو میشه که آماده مشکلات باشین. وقتی که سفر میرین پس آماده قبولی مشکلات هم باشین. طوفان زمستانی و سرمای شدید سبب شده که مسافران در میدانهای اوایی ادمنتون و کلگری و ونکوور با تاخیر و یا لغو پروازها مواجه شوند. و پلیس آنتاریو یا OPP از کسانی که احتمال قصد سفر دارند خواسته که در صورت امکان ای آخر هفته به سفر نرن. جنوب آنتاریو در انتظار جبهه از برف و باران قطبی در ای آخر هفته خواهد بود. با امید از اینکه بینندگانی در این روزا شما با مشکلات روبرو نشین، برف و برف باری و باران و طوفان دیگه فصلش هست که زمستان است و این برف و یه اینا هست. تو که در آغاز برنامه گفتیم در تورنتو شب یلدا تجلیل شدم شب از طرف انجمن فرهنگی و ادبی آنها در کانادا
و فردا شما این برنامه رو میبینین و البته همونطور که ما در آغاز خدمت شما به عرض رساندم، دیشب بانو مینا نعیم شاعر و نویسنده توانای وطن ما شعری به مناسبت یلدا ثبت کردن و تحفه روان کردن به تلویزیون امید 24 که ممنون و مشکورشان هستم. شعر با هم میشنویم و به دنبالش برنامه آهنگ و معلومات و شعر یلدا هست که برنامه را تعقیب کنین، به یقین بر شما خسته کن نخود باشه. ولی ما با امیجا از حضور شما هم مرخص میشم بینای گرامی با ختم امی شعر که خدمت شما تقدیم میکنم. حتما بدون بارش موسیقی و آهنگ ها و اینا شروع میشه. قانون خانوادگی تان گرم و همیشه سبز باشین، یاد تان باشه همیشه با ما باشین تا همه یک جا باشیم. تا دیدار بعد، حافظ حقیقی، نگهدار یک و یک شما سروران گرامی باد.